کتابی با عنوان کاملا خصوصی. ما فکر میدونم همیشه خصوصی مجبور میشه اگر نسخه بدون سانسور تازه. این کاملا خصوصی فرزان دلجو پارسال یه تکزنگی بعد از مدت ها به من زد و گفت یک مطالبی رو سرهم کردم میخوام کتابش کنم، و من در کمال شگفتی مدت ها بود با فرزان واقعا تلفنی هم صحبت نکرده بودم. یه چیزی یادآوری میکنم، همونجوری که اول برنامه گفتم ما واقعا دوستانی که هر کدوم به یک کاری مشغولیم انقدر گرفتاری های خاص خودمون رو داریم به همدیگه نمیرسیم واقعا، و فرصت نمیکنیم برنامه های همدیگه رو ببینیم، زمان بذاریم کارهای همدیگه رو ببینیم و اینا، فرصت نمیشه. به هر حال یک چند صفحه اول کتاب رو که گرفتم گفتم فرزان بریم، و این رفتن یعنی این کتاب بعد از در حقیقت 7-8 ماه کاری که روی این کتاب شده، که البته خود فرزان نمیدونم 6 سال روش کار کرده، یه همچین کتابی منتشر شده. من دلم میخواد که خودت یه مقدار روایت کنی در مورد این کتاب. خدمتتون عرض کنم که این کتاب کاملا خصوصی یک گذری در 6 دهه از زندگی آدم ها در زمینه هنر، در زمینه سیاست، در زمینه انقلاب 6 دهه گذر کرده و دست خواننده رو میگیریم، میاریم، میبریم تو این دهه ها گذرشون میدیم. ضمن اینکه این کتاب بر مبنای خاطرات سرگذشت یادداشت‌های پراکنده دوست خوبمون محمود قربانی 6 سال پیش بیشتر، یه روزی بیشتر اصلا محمود قربانی رو از ایران من از سالا میشتم، من تو این جماعت سیاست و هنر اینه بالاخره بچگی لولیدم دیگه، حالا کسی هم نشدم ولی لولیدم. 2006 بود، محمود قربانی با یه سری یادداشت‌های پراکنده گفت این یه سری یادداشت نوشتم کتاب کنی. خوندم و پراکنده و گفتم که خیلی دیدم چیزای عجیب غریب داره، دیدم کسانی توش مطرحن، کسانی ازشون اسپورده شده که با من روابط دوستانه سالها دارن و این مسائل خصوصی و واقعی، البته واقعی و مسائل دیگه، عذرخواهی کردم، گفتم من وقت ندارم واقعا. ولی در تمام طول این سالها این وسوسه بود که اگر این داستان بر مبنایی که واقعیت گفته فرنگی و based on true story و کاراکترهایی که زنده هستن حضور دارن مطرحن، آقا کتاب بیاد 50 سال یه نفر یه سرگذشتی از آدم ها، چه رمان یا رمان تخیلی فرهاد و شیرین و حسین و علی، خب یه قصه عاشقانه است، خیانت، جنایت، هرچی از تخیله، یه موقع هستش که خاطراته، این صاحب خاطرات بیشترشون در قید حیات نیستن، اما این کتاب کاملا خصوصی قهرمانانی که به مسائل میره تو خونه شون دوربین قلم من با دوربین نوشتم، چون من ویژنیم، یعنی باید ببینم، تنها قلم نیست، یعنی خواننده که صفحه باز میکنه میبینه، میره، یعنی تصویر میبینه. گفتم اگر این با دوربین قلم نوشته شه، خب منم خب نگاهم بوده در طول این سالها، میشناستم همه این آدم رو، یه خودم کنجکاوم بودم، میدونم چه خبر بوده. گفتم خب خیلی جذاب میشه، این تنها کتاب رو کتابخوان نمیخونه دیگه، چون کتابخوان در طول تاریخ ما محدود بوده، یه سری کتاب دوست دارم میخونم، اما این کاملا خصوصی میشه نسخه بالینی هر ایرانی میتونه باشه، که هم ما کنجکاویم، هم تاریخمونه، هم مافیای هنره، هم مافیای سیاسته، هم 6 دهه گذر در این زندگی آدم هاست، میریم تو خونه آدم ها، خیانت و عشق و محبت و فداکاری و به اوج رسیدن و به ذلت رسیدن ما میبینیم. این امتیاز کتاب یا تفاوت کتاب در اینه که من همیشه خودم چه فیلم ساختی مثلا چه چیز نوشتم، خودشتم چه خواننده، یه نفرم نبودم، 100 خواننده شدم، یعنی شدم کارگر بنا خوندم، آقا مهندسه شدم، آقا دکتره شدم، خانم خونه‌داره شدم، بدم میچسبه به من، میبینم
خوب خوشم میاد، سعی کردم تا اونجایی که تونستم دیگه. این کتاب میتونه نسخه بالینی هر ایرانی باشه که هم کنجکاوه، هم تاریخشی بخواد بدونه، هم از زندگی آدم‌هایی که الان حضور دارن، زنده هستن، مطرح هستن. آقای خلیلی من می‌بینمشون هر روز اینا رو توی کنسرت‌ها، توی برنامه‌ها، توی مصاحبه‌ها اینا رو می‌بینن. خب جذابیت داره و طوری نوشته شده. چقدر تعریف دارم می‌کنم من؟ نه ولی اتفاقا جالب بود، شما در مورد مافیای هنر، مافیای سیاست اینا صحبت کردی. اینا من اینا رو بیشتر اسمش رو شاید میذارم مناسبات اجتماعی. بله. مناسبات سیاسی، مناسبات هنری. این مناسباتی که وجود داشته برای ماها همه جالبه. خیلی هر کدوممون یک کمیشو تا قسمتیشو شنیدیم یا دیدیم یا نگاه کردیم، خوندیم از طریق روزنامه اینا، ولی یک چیز مجموعه کامل رو واقعا ندیدیم. بله. این شما با این کتابتون داری میبرین. بله. آدم ها رو توی اون ماجرا، به خصوص با همون دوربینی که داری صحبت چی میکنی. من برای اینکه یکم بیشتر باز بشه این صحبت، دلم میخواد مثلا یکی دو تا نمونه بگی. یکی دو تا مثلا، یکی اون موقع توی دهه 50 شنیدیم که محمود قربانی زده زیر گوش شاپور محمود رضا. بله. من این رو از بسیارش نزدیک دیدم. محمود قربانی قدر خودش اینجا ندونست، آدم بزرگیه. این واقعا محمود قربانی میشه گفت هتلدار معروف، کابارو، کلاب و 38 تا خواننده چهره که مطرح از هنوز دارن زندگی میکنن، پول در میارن. محمود قربانی این کاری کرد و واقعا پدرخوانده اینترتینمنت ایران میشه گفت اسمشو. ولی آدم کل شق، غیر عادی، مهربون، لوتی مسلک. و بله، مثلا یه شبی تو این کتاب هست، قصه است دیگه. ببینید مثلا خاطرات میشه، من آقا مثلا شنیدی شما زدم تو گوش محمود رضا تو کاباره. خب شنیدیم، حالا میریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. یوتیوب نمیبریم اونجو، محمود رضا چجوری میاد، چی میخوره، چی میگن. و وقتی که گوگوش، خانم گوگوش میخونده در کاباره، همسر محمود قربانی و فرزند یک سالش دنیا اومده، محمود زندگیش گوگوش بود دیگه. من گریه ها میکرد محمود، من از نزدیک دیدم. گوگوش هم حرفای خودش داشت، چون با گوگوش من دوستم، افتخار میکنم بهش. یک دانه است، واقعا یگانه است در عالم هنر. من هر دو نفر اینا رو میشناسم، از درد دلشون با خبرم، زندگیشون رو دیدم و بسیار کسان دیگه. وقتی که محمود قربانی مثلا، آقای محمود رضا میاد کاباره و خب پذیرایی هم میکنه، نمیخواسته بهش اونجا بده. شلو کاباره میامه و هتل میامه در خیابان پهلوی که درخت ها سر به هم ساییدن، شبها این آدم هایی که رد میشدن، این ماشین های آخری هتل جلوی هتل ایستاده و میهمانان بزرگ از دربار هم همیشه میهمان داشتن، چه خدا بیامرز اشرف پهلوی، چه برادران شاه فقید. برادران شاه فقید خود شهر بوده، خود شاه هم دبتک زج میکشید دست اینا. بله، محمود رضا میاد و برنامه رو میبینه و با سختی به داخل جا برشون باز میکنن و شنگول میشه از بطری های شامپاین اهدایی و کنیاک مدیریت کاباره و هتل. تموم که میشه، وسط کار این پاراپت سرگارسون میاد به قربانی میگه که آقای قربانی، این سر میز والا حضرت میگن خانوم برن یه دقیقه سر میزشون. میگم والا حضرت غلط زیادی کردم. بگو خانوم، منظورش گوش زنش بوده دیگه. بگو تموم کنه زود بره خونه، بگو بره امیرلالی برسوندش. گوش زود برنامهش تموم میکنه میفسه بره. محمود رضا میاد توی سالون جلو مردم، یه حرف زشت میزنه، حرف زشتری میزنه، هست توی کتاب البته. میگه که زنت قایم کردی نخوریمش، این دیگه خون میرسه به مغزش، محمود دیوونه است، محمود گادفادره. چنون اینو میزنه تو دم در میامه، پاسبان، افسران نمیتونن جدا کنن که. اینا رو ما میبینیم با دوربین همونجا. تلفون های یوسف آباد، کلانتری یوسف آباد و امیر آباد و عباس آباد، همه صدا در میاد، محمود غیب میشه، دست به فرار شادی بوده. آقا حکم تیرش در میاد. حالا یکیشه، شما حساب کنین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، این قصه ها داره این من. حالا این بهانه است محمود قربانی، ما گشتیم میریم دربار، میریم به سراغ اسدالله علم در ارتباط با مسائل هنری چه اتفاقی میفته، میریم به کاخ نیاوران خدمت محمد رضا شاه،
ملکه در ارتباط با این مسائل چی میگه، چجوری میریزن شبس از سر اشتباه این کیکداب، این کلاب معروف میریزن سر والا گوهرا رو و کسانی که دعوت کرده بوده ملکه به ایران با خواهش و تمنا مثل زنده رودی و دیگران، اینا سرشون رو چهار رو باز میکنن. میریم سراغ مبصر، تیمسار مبصر، میریم سراغ نصیری، میریم به خونه گوگوش، میریم به دعوای اینا، میریم به عشقشون، میریم به خارج، میریم به اروپا، میریم به لحظاتی که این جدایی اتفاق میفته، اسمش نمیدونم خیانت، نمیدونم عشق، عشق دوباره است، همه اینا درش هست. بر خب همینجوری که گفتم اینا یک مقدار زیادی اینجوری متوجه میشیم که چرا مسائل اجتماعی، مسائل هنری، مسائل سیاسی این چنین به هم دیگه به هم گره خورده. گره خورده. حیرت انگیزه در این کتاب. من یکی از اولین کسایی بودم که بکنه همش خوندم. آقای خلیم اینه کلامتون کتابو داشتم میخوندم، آقای دیگه هم بذارید یه سرش خوندم و گوهرم تمومش درست کم بدم. بعد ساعت 12 شب و زنگ زدم بابا این گرفتاره، این هزاران کتاب در طول این سالا چاپ. فرزان این بقیه این چی میشه؟ دستم هم داشته ماشین میکردم بچه ها گوی بقیه این چی میشه؟ گفتم بیشن جان پاورقیه بعد بایسته. و آقای خیلی خدمتون از کنم یه جریانی در این کتاب هست، آقا تعریف نمیخوام بکنم و کتاب دی هر خواننده ای که سه صفحه اینو دو صفحه بخونه حتما صفحه چهار رو میخواد بخونه، چهار رو میخونه، دهم میخواد بخونه، دهم میخواد بخونه، سی رو باید بخونه، سی، پنجاه، صد دارم نه تا صبح نشسته اینا که آشنا، یعنی باید تموم کنه بلنشه. این درد سر هم داره، در ذهن قابل توجه، این درد سر داره، این کتاب شما رو از زندگی وامیندازه. نه ولی زندگی چند روزه وامیداره. چه بله دیگه. ولی به بسیاری از ماجراها سر میکشه. بله. بسیاری، یعنی آدم تو همین کتاب 400 صفحه‌ای به بسیاری از ماجراها یک ناخونکی میزنه. بعد برمیگرده دوباره ناخونکش رو ادامه میده. یعنی این من تازه دور خیلی مسائل حریر کشیدم، اما با این حال این زخمه نیشتر خورده، چرا که نمیدونیم آدم هم چون هستن حضور دارن دیگه، هیچ کم نمیتونه مدعی بشه چون واقعیت حالا رمانگونه شده ولی واقعیت دیگه. به همین دسته که نمیدونیم، خیلی ها نمیدونستن تو این کتاب جذاب عاشقانه از کتاب سیاسیه، کتاب لحظات عجیب غریب هم توش داره دیگه. بله. یک چون موضوع نزدیک یکی از این شادروانان اشرف پهلوی بود. بله. که میاد و معمولا توی برنامه کابر بله معمولا برای داریوش بله بله میومده. بله. و خدمت من که در مورد فیلم فیلم اول اون یکی از دلایل شنگ بود خدمت هست کم که داریش دوست خوبم، اینم یگانه توی فیلم یاران نقشی داشت بازی میکرد، بعد همزمان در کابر میامه میخوندیش خانم والا حضرت اشرف پهلوی معمولاً هفته یه بار به خاطر با محمود دوستی پیدا کرده به هر حال دیگه، چون محمود مرد خوش قیافه ورزشکار بزن بهادر کارکتر دوست داشتنی بود، الانم حسنا من بهش میگم والون براندو گادفادر، ولی قدر خودش اینجا ندونست متاسفانه. خلاص خانم والا حضرت اشرف خدا بیامرز میرفت به کاباره، داریوش هم موقع شرایط درستی نداشت به خاطر اعتیادی که داشت، شش تا همیشه نمیتونست بخونه در دو بخش، من اینا دیدم و من حضور داشتم نمیدونم، چهار تا میخونه میره استقبال هم مردم خیلی دیگه خیلی اوج استقبال، دو مرتبه میاد اشرف پهلوی با بادیگارداش و ندیمه و خانم قاجی نوری و اینا، میگه که این بوی گندم بچه شنیده بوده بوی گندم، میگن پوست تو پوست پلنگ، گفتیم بخون این میسته برش با شامپاین، داریش هم زبل دیگه، ولی اینکه یه طوری میکنه که معلوم میشه از طرف اینه، نه شامپاینش رو میخوره نه آهنگش رو میخونه، یا آهنگی میخونه خدافظی میکنه میره، مردم هم دست میزنن. ساعت 12 شب تلفن سواک به صدا در میاد، هست تو این خانم والا حضرت میگه آقای نسیم اوکی شما چی کاره این؟ میگه من نوکر اعلی حضرت. میگه شما مزخرف میگی، برای اینکه شما اجازه بدین هر خائنی در لباس مطربگری به خانواده سلطنتی به مقدسات ملی توهین کنه. میگه چی شده؟ میگه همین داریوش. صبح داریوشو میگیرن، ما دو بار قبل از اون فیلممون توقیف شده بود،
اینم مزید بر علت میشه. فیلم بارم تمام فیلم بارم میکشم پایین و قصه ادامه پیدا میکنه. محمود تلاشش که بکشی بیرون اینو داریشو از زندان ساواک. روزنامه اطلاعات هم یه عکس میذاره، یه منقل دوتا وافور داریوش وسته، داریوش به اطلاع اعتیاد دستگیش. این همه توی کتاب هست. به هر حال یه عکس دست خبر ساختگی برای روزنامه های کیهان اطلاعات که عکسش هم هست تو این کتاب. کتابی که منتشر شده با عنوان یه روز منتشر شدی؟ بله بله بس با عنوان کاملا خصوصی و نسخه بدون سانسور در حدود 400 صفحه است، با یه تعداد عکس هایی که فکر کنم همه عکس ها، یعنی بسیاری از عکس ها بسیار خصوصیه، یعنی دقیقا بله یه آلبوم خصوصی برای جایی مثلا پیدا نمیشه. نخیر رنگی و غیر رنگی، هم عکس های رنگی داره این کتاب و هم عکس های غیر رنگی داره. جلد گالینگوره، یعنی جلد زخیمه. و آقای دلجو، آقای دلجو کی میخواییم این برنامه رونمایی رو انجام بدیم به نظر شما؟ چون من ممکن همین تیروز که در اومده بود دوستانی که از نزدیک شرکت کتاب، یعنی از روبروی شرکت کتاب، به خصوص ما مسافران نوروزی خیلی زیادی از شهرستان های دیگه اومدن و اینا، خیلی شلوغ بود شرکت کتاب. امروز هم همچنین، یعنی این روزا روزای خیلی شلوغ شرکت کتابه، همه اومدن که میگفتن که آقای دلجو رو کی میتونیم ببینیم. من البته قربشون ندادم واقعا، میخواستم حالا تو برنامه یه دفعه شما رو مچگیری کنم که ببینم که کی فرصت داریم. ببینید یک شنبه دیگه برنامه دید و بازدید عمومیه، بسیار خوبیه. آره بسیار شلوغه البته بس. یعنی خیابان بسیار شلوغه و اگه شما بپذیرین ما میخواییم که شما رو دعوت کنیم که هفته آینده شما یه فرصت دیده بازدید نوروزی هم میشه. ساعت چنده؟ از ساعت 10 تا 5 دیده بازدید نوروزیه. بله شما مثلا حدود ساعت، البته میترسم دیگه جاپارک و اینه گیر نه، یعنی نمیدونم شاید با هلیکوپتر بیاد. اما این بهتر از یا سروت اگر دومی رو فضیفتی از فنیقی ها قبول میکردن. آخه جالبه، آخه حالا میگم این خدمتون و دور نشد، ولی ساعتی مثلا یک خوب یک شنبه دو بالی. یک دیگه یک بعد از ظهر، یک شنبه دو دوی بعد از دوی بعد از ظهر تو دو ساعت در خدمتون هستیم دیگه. بسیار خوب، حتما دیدی بازی نوروزی میشه. حالا خیلی دوستان من زنگ میزنن این کتابو این بر اون بر تو وستفود نیستن، دور بر لس آنجلس نیستن، چجوری میتونن تهیه کنن؟ با روی وبسایت kitab.com. صحیح kitab.com. kitab.com دیگه از این ساده تر کنیم که همون در پیشانی kitab.com، چون کتاب تازه است و کتاب هم کاملا خصوصیه، کتاب مال شماست و کتاب خیلی داغه، همون رو پیشانی کتاب داستان پیدا حالا میکن. من سفارش دادم، من سفارش دادم، چقدر طول میکشه دستم برسه؟ والا بستگی داره، اگر خیلی سریع بخوایم 24 ساعته هم فردا صبحش میرسه، ولی معمولا مردم در حالت استاندارد میخوان، در حالت استاندارد هم بستگی داره که کجا زندگی بکنه. 3-4 روز بیشتره؟ نه خیر، به طور متوسط 4-5 روز تمام. به طور متوسط، یعنی کسی که در کالیفرنیا جنوبی روز بعدش دریافت میکنه، کسی که مثلا در طرفای نیویورک و اینا زندگی میکنه حدود 6-7 روز کاری، حدود 10 روز طول میکشه. در نتیجه به طور متوسط 4-5 روز طول میکشه که اینو دریافت بکنه. ولی در لس آنجلس میتونن شرکت کتاب تو همون پرژن اسکوئر میتونن دیگه. بله، میان پرژن اسکوئر. راستی پرژن اسکوئر گفتین، اینو یادآوری کنم، دوست ما آقای اکبر حلمی با مقامات شهرداری گفتگو کرده و مقامات شهرداری تایید کردن که در روی بر روی بزرگراه 405 بله از ورودی ویلشر از یک طرف، از باند شمالی و همچنین از باند جنوبی بنویسند Persian Square. چه جالب. و اینه که دیگه، یعنی میلیون ها ترددی که هر روز یا هر روز، من نمیدونم، میدونید که بزرگراه 405 شلوغ ترین بزرگراه در آمریکاست. بله بله، آزاد راه ببخشید. حالا جالب ترینش وقتی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا میگه من شب عید سبزی پلو ماهی میخورم، یعنی ببین نوروز ایرانی که سفره حبسی میزن در کاخ سفید، جهان توجه بهش داره، جهان سر تعظیم در مقابل این ایام بزرگ مخصوص ایرانی فارسی زبان سر فرود میاره، ایرانی ها بعد به خودشون در هر کجای جهان هستن
افتخار کنیم، افتخار کنیم، دست هم دیگر رو بگیریم که با همه گرفتاری هایی که داریم بگیم ما ایرانی هستیم، افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و افتخار میکنیم که نوروز و تولد بهار متعلق به ماست. مال ماست آقا، مال ماست. یه نکته رو چند بار تکرار کردی تو این برنامه امروز و اون این که قدر خودمونو بدونیم. بله، ما قدر خودمونو به عنوان یک ایرانی باید بدونیم، بدونیم که نیاکان ما چیزهای ارزنده ای رو به جا گذاشتن برای ما که هیچ تالی هم نداره، واقعا نمونه نداره، تک 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 و بی نظیره و به همین دلیل ما باید قدر خودمونو بدونیم و بدونیم که از یک فرهنگ ویژه آمدیم و باید این فرهنگ نمونه رو در حد متعالی خودش به دیگران تقدیم بکنه. و اگر اشکالی هم هست، خب اشکال داریم دیگه، کسی ما ایرانی هم اشکال داریم، این اشکال رو با دید برتر میتونیم نگاه کنیم. ما خیلی مورد ظلم در طول هزارها چقدر حمله کردن به ما، چقدر لشکرکشی کردن. ایرانی تپلک همیشه اینجوری بوده، اومدن ریختن، حمله کردن، اسیر گرفتن، اسیر بردن. حق داره که یه جوری تظاهر کنه، حق داره که، حق نداره ها البته، دروغ بگه، حق داره که مواظب باشه، حق داره که بترسه، حق داره که گارد گرفته باشه. اون وقت به جون خودمون میفتیم ما. پس به دنبال حرف شما، قدر همو بدونیم، هوای همو داشته باشیم، یک تنیم، یک پارچیم، یک سرزمین داریم به نام ایران. درود بر شما فرزان دلجوی گرامی. خیلی هم حرف زدم، مرخص شد، پاس بدم به شما. آخه نه خیلی، هیچ هم زیاد حرف نزدیم، تازه اولشه. تموم نشد وقتتون؟ چرا، داره در حال اتمامه. خدمت شما عرض کنم که همجوری که صحبت کردیم کاملا خصوصی در kitab.com هست و در آمازون هم البته طبیعتا خواهد بود، چون ما شریک آمازون هم هستیم و هم آمازون آمریکا amazon.com و هم آمازون کانادا، اونجا هم خواهیم بود، این کتاب خواهد بود. اروپا در چه شرایطیه کتاب؟ اروپا هم کتاب رو هنوز که تازه دریافت کردیم، امیدواریم ظرف 10 روز آینده به انتشار دوستان ما زنگ بزنن میگن چه جوری تهیه کنیم. انتشارات فروخ حتما خواهد داشت که برای همه کتاب فروشی ها در اروپا ارسال میکنه. ارسال میکنه و کتاب خوشبختانه با این مثلثی که به وجود آوردیم آقای دلجو، مشکل در این مجموعه کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا نخواهد داشت. و با توجه به اینکه وبسایت kitab.com همه جا میتونه آدم استفاده بکنه، در هر کشور دیگه هم باشه و در هر شهر دیگه هم باشه، حتی خارج از این حوزه، به هر حال میتونه کتاب رو دریافت بکنه. امروزه این مشکلات همه برطرف شده، ضمن اینکه کتاب الکترونیکی کاملا خصوصی هم از طریق گوگل پلی به زودی در دسترس همه دوستان قرار خواهد گرفت و استفاده خواهند کرد. برای اینکه یک ایدی به خودتون بدین یا ایدی برای دیگران بگیرین، به نظر من همچنان کتاب بگیرین و کاملا خصوصی رو بگیرین و حتما کاملا خصوصی هم جزء سبد کتاب هایی که میگیرید باشه. چرا؟ چون لذتش رو خواهید برد. هیچ شاید لذتی واقعا بهتر از شاید کتاب خواندن برای هیچ کس نباشه، شاید برای ما و خیلی از آدمایی مثل ما که علاقمند به کتاب هستن و کتابخوانی رو بخش اصلی زندگی خودشون قرار دادن. فرزان دلجوی عزیزم، با توجه به این موضوع که یک شنبه آینده 27 مارچ برنامه دید و بازدید عمومی در لس آنجلس و ما یکی از روزهای بسیار بسیار شلوغ وست وود رو و پرژن اسکوئر رو خواهیم داشت، فرزان دلجو قبول کرد که روز یک شنبه 27 مارچ در ساعت 2 بعد از ظهر در شرکت کتاب باشه. دوستانی که علاقمندند که حتما یه راهی اونجا باز کنن، چون جلوی شرکت کتاب انقدر شلوغه که بایستی مردم اینجوری جوری تکون داد تا به در ورودی رسید، ولی من مطمئنم که مردم علاقمند میان و کتاب کاملا خصوصی رو خواهند گرفت از دست شما
عزیز ما آقای دلجو. حالا سعی میکنیم که البته دوستان هنرمند هم حتما خواهند اومد برای این کتابه، شاید کارکترهای کتاب رو، قهرمانان کتاب رو اگه تو اون لحظه نخونده باشن کتاب رو حتما لطف میکنن، شوخی میکنم، لطف میکنن کارکترهای قهرمانان کتاب اونایی که حالا زیاد ناراحت نخواهند بود حتما حضور خواهند داشت، لطف میکنن به بنده و تشریف میارن، در خدمتشون هستیم. حتما قدمشون روی چشم. اجازه بدین که هفته آینده مستقیما برنامه رو از کتاب فروشی شرکت کتاب و محله پرژن اسکوئر براتون گزارش خواهیم کرد، از طریق ساتلایت یا از طریق اینترنت، و بیاد به تلویزیون اندیشه و تلویزیون اندیشه هم لطف کنه این رو برای ما پخش خواهد کرد که مستقیم از دید و بازدید عمومی لس آنجلس باشه. آقای کاردام قول همه همکاری ها رو به ما دادن. این آمدن نوروز و یک نوروز دیگر رو که ما میتونیم حسش کنیم برای خودمون غنیمت بشماریم و همچنان باب دوستی ها و همکاری ها رو بگشاییم و بدانیم که باید قدر خود را بدانیم. به اتفاق دوستانم در کلن آلمان، انتشارات و کتاب فروشی فروغ و همچنین انتشارات و کتاب فروشی پگاه آقای درخشانی، با شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوب و خوش رو برای همه عزیزان در سال جدیدی که آغاز کرده ایم آرزو میکنم. به اتفاق فرزان دلجو، خدا نگهدار. عید مبارک. عید شما مبارک.